در جریان تیراندازی در یک پایگاه نظامی در حومه سیمفروپول در کریمه یک سرباز اوکراینی و یک شبه نظامی طرفدار روسیه کشته شدند. در حالی که به نظر می‌رسد درگیری‌های کریمه وارد مرحله نظامی شده است، سخنگوی ارتش اوکراین نیز اعلام کرد به نیروهای مسلح در کریمه اجازه استفاده از سلاح برای دفاع از خود داده شده است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین در یک نشست مطبوعاتی گفت: به خوبی می‌دانیم که انگیزه های پشت پرده است. امروز نمایندگان نظامی روسیه شروع به تیراندازی به سوی نظامیان اوکراینی کردند. ما این اقدام را جنایت جنگی قلمداد می‌کنیم. با این حال جزئیات دقیق این حادثه قابل تایید نمی‌باشد. پس از گذشت حدود 3 هفته از آغاز بحران کریمه و اعلام استقلال این منطقه و الحاق آن به روسیه، این اولین درگیری خونین در این منطقه محسوب می‌شود. سرجیو کانتونه خبرنگار یورو نیوز در اوکراین گزارش می‌دهد تنش‌ها بالا گرفته و بیش از پیش به یک بازی خطرناک تبدیل شده است. برخی هم‌اکنون از تغییر فاز سیاسی بحران به یک فاز متفاوت صحبت می‌کنند که در هر حال خشن‌تر به نظر می‌آید.